قد شیرین و ترشی، آی ترشی و وای ترشی، چه قد شیرین و ترشی. سلام، ما امروز میخواییم شور درست کنیم. شور با سینا. در ابتدا یه لحظه من جامو درست کنم. هر نماز میگه من جاد باشم حرف نمیزنم. یعنی چی؟ خب حرف بزنم. آها، معرفیه چه در شور بریزه. هویج، هویجای سایزای کوچیک، خیار های کوچیک یک بند انگشت و فلفل، فلفل تون، کرفس، سر کرفس، دو حبه سیر، چیز ترخون، مرزه و اصلا فیلم دارم میگیرم آره و شیبید و گل کلم و اینا خیلی بامزه. اینا سیب زمینی ترشی هن، شبیه مهرگی هن اگه چیز رو دیده باشید، هزار توی پنو اینم در ابتدا میریم که گل کلم ها رو چیز کنیم دراریم. اطفال این کار نکردم، فکر کنم که بعد مثلا که نباید خیس باشن، اینا خیس هن که احتمالا کپک بزن، ولی میگن نباید خیس باشن. خب اینا به ما گفتن خیلی ریز نکنید که بد میشه، انقدی فکر کنم جذاب بشه. بعد شاید اینجا هاشو تونت کنم چون طول میکشه، نمیدونم درست دارم انجام. خیلی خیس هم نباید خیس بودن، بعدی خیس هست. و خیلی گل کلم جالبه، من اولین بار دارم نصف میکنم. این قابلمه چیزه، آب شوره. آب شور به این صورتی که سلیس آبه، فکر کنم 9 تا قاشق نمک، 1.5 سرکه انگور، سیب، انگور سفید. سرکه سفید از انگور میگیرن دیگه، از چی میگیرن؟ سرکه از انگور میگیرن، از همه چی میگیرن، ولی فکر کنم حالا اینا رو فکر کنم باز باید خورد کنم. بذارید خورد کنم برم، ولی اینا نباید خیس باشن. خیس باشن حتما کپک میزن. اینا رو هم میشه باش فکر کنم سوفله گل کلم درست کرد خوردم. نمیدونم این دومای گل کلم بودم بریزم. اینا اینا رو میشینیم که آبش بره، چون که ویدیوهایی که میدیدم میگفتن آب داشته باشه. اینم ارنواز بود که رد شد. ارنواز این آب دارن؟ خب نه ایرسته که خوبش بود، آبش بود، خوش کشم. اینا رو خوب میبینید میزو؟ میزو نمیبینید خوب، بذارید به اون میزو اصلا میزو میزو کارمو خوب نمیبینید. این هم از میزه کارم و اینا خیس شده. الان از این خیس شده، این آیا تاثیر در کپکی داره؟ چه کپه؟ حالا تیگه برعکسش کن. آفرین، قسمت دستمون خواهد خوش کن.
ساقه های کلبس رو به قد دلخواه میبرید. یه دیگه بزرگتر هم دارم. کلبس دارید نیمه پس دارید. آدم های عجیب برای کلوش کلبس دوست دارم هم دارم. این هم با تشکل از هم سرم کلم فقط این تو خوبه بگم بوی بدم فکر کنم کلفس هم نسبت به گل کلم هم کم شد ولی دیگه نشدم. برگاه کلفس هم زیر میچینیم و رو جلوگیری از کپک. آها میتونم برگاه رو جدا کنم و از بقیه کلفس هم استفاده کنم. و چی؟ همین درست میگه. دیگه کلفس هم ساقه نداره. دار کوچیکم. ساقه جدا کنم. همچنان هم داریم فیلم میگیریم. خب اینو مغزشه کلفس هم میریزیم. خب یه ذره دیگه گل کلم برداریم. اینا از همش خوشمزه تر. نمیدونم دبرم خیار رو چون که کوچیکن همینجوری درسته به عنوان خیار استفاده میکنم. این هم دو قلو بود. خیلی بامزه است. میبرم یه قلوشو. میام خیار. آها. فلفل هم همینجوری میریزیم توش. داشتم فکر میکنم اگه برش بدم شاید تندیش به چیز بیاد به شور ولی شاید هم خیلی تندشه نشه. آها سیب زمینی های ترشی خیلی با نمکه. بذارید رو نزدیک ببینید. این شبیه اون الهه های مجسمه هستن توی قدیم های یونان اینا بود. الهه های باروری. خیلی خنگه. اینا رو مثل اینکه باید پوستشو بگیری ولی من یه ذره پوست روش میذارم که تیز شه با نمکش موقع خورد. خوشگل. خب ببینیم چی کار میکنیم با این. فکر کنم باید از وسط برید بعد پوستشم بوی خاصی هم نمیده. خیلی کلافه باید پوستشو بگیریم. مثل اینکه گل هم داشت. خیلی سرکه گل رو هم بعد یه قاچو دو قاچو اینا رو باید کوچیک کنیم چون صفر میشه تو شور سر اینا دعواست. تو خیلی از این رسپی ها هم نبود اصلا. بکنم چون گرونه نمیخورن شیوید میبید میریزن توش. این هاش هم زرم. آره اگه چیز رو دیده باشید این هزار توی پنو این دختره افلیا بود فکر کنم. اینو گذاشت زیر تخت مامانش و هر روز خون میداد بهش. توی ظرف شیر گذاشت بعد خون میداد بهش که مامانش حالش خوب شه. خیلی قشنگ بود. اینم خیلی سخته الان. خیلی نمیدونم دارم درست انجام میدم یا نه ولی خیلی خوب. و دیگه رو باید نریشم برم روش. اینا رو همینجوری میبری چون خیلی سخته. احتمالا همینجوری بوده که همیشه هم به جا پوست روشه دیگه چون که نمیشه با دقت برید. گل هم نداره فکر کنم.
خالیش از داره بخوره برم چند زیر از ته کاهو میده مثلا شاید اینا رو پنج تاشو خریدم 9000 تومان خریدم چیو؟ سیب زمینی ها رو؟ نه عزیزم چند گرفتن بطن؟ آه 9000 آره عزیزم 9 5 تا دونه سیب زمینی یعنی که خیلی گرونه 9800 اینا رو میتونید از میوه فروشی های معتبر تهیه کنید و اینا رو هم شب تند کنم لوس ولی قبلا که میخوردم اینجوری نبود اوه چه گری رو شیعه اینا رو مجدد میشوریم میشوریم و خوش میکنیم بعد از برش چون که خیلی گلوش بود گلوی کنده و اینم آخرین سیب زمینی ترشیمون به روایت مهرگیاه فکر کنم تو هریپاتر هم مهرگیاه بود این مهرگیاه گیاه ریشه جادویی خیلی جالب یک فان فکت دادم به تو که میگن نویسنده رو حقا با نویسنده نارنیا دوست بودن و کیفیت صدا چجوریه؟ خب این هم میبریم و خیلی سخت ترین کمالاش این بود بعد این چیز هم گلی شده همینی که زیر برشی زیر بعد میکرده این مجدد و آها سبزی پاک اینا رو فکر کنم همینجوری دورش میندازی فقط اینا توش پیچک داره چیز داره این تهاشو باید بزنی حتما و اینا رو میریزی دور میوه فروشی میگو به فروشی هم گفتش که ریحون توش برید بکنم چرک میگفت مخواست بفروشه علکی میگفت اینا را برام شستن و خسته شدم خیلی اینا شیبیده شیبیده رو کم ریختم چون فکر کنم شیبیدم نمیریزن خوندم که میریزن ولی فکر نکنم بریزن خیلی از این مرزا ترخونه توشه شبت سیزام پژمرده شده دارم شد بزنم دور تند میخوام با پریمیر ادیت کنم خود چیزای بامزه رو دارم این برام برام شیویدش کم شد خب اینم بریزم و تقریبا تمومه اینا خشکن و کده کلم ها هم خشکن بابا حرف خب حالا میخوایم آها قرار شد که سیب زمینی‌ها رو بشورم برم بشورم برمیگردم
12 seconds later. قبل از اینکه الان داشت علامات گل میزد بشنوید اینا، اینو یادم رفت ادامه اینو میخوام بریزم توش سیب زمینی همون بشورم. داشت علامات میگفت که همه چی ماسمالی میکنی، اینا رو میشورم. ولی یک چیز خیلی مهم توی شور سیره، سیر هم فکر کنم این سیب زمینی خیلی هدر دادم. سیرم خیلی مهمه، سیر رو باید حبه کنیم. سیرم از آبات رو بشور، من گفتم نمیشورم چون که سیر رو که نمیشورم. سیر رو روی سبزی هایی که پاک میکردم داشتم میذاشتم. سرکه خاصیت زده و بوی فرنده داره، همه این اگه میبینید که کثیف کاری داره همه رو ضد عفونی میکنه. حتی تو درمان کرونا هم سرکه رو بجوشونی بکنی میگن خیلی عالی. دیده شده که بعضی ها جوش شیرین دم میکنن، چیز میکنن، بو میکنن، انبر مثال بو میکنن. آدم ها عجیبه، ولی فکر کنم سرکه واقعا خاصیت سیر هم دو سه تا غلاف داره، مثل این که ما باید همه رو بگیریم. سیر ها میگیریم، سیر کرم داره، سیر کرم داره. آخه این یه سوراخی توشه گاه کرم خورده. یک چیز جالب داره تو کرم بگم، میگن که اگر آلبالو میخورید و یه کرم توش میبینید ناراحت نشید، اگه آلبالو خوردین و یه کرم نصف توشید ناراحت بشید. این سیراش نرمن، نرما رو استفاده نمی کنم، احتمالا خراب شد. همشون یه جوری هست. یه چیزهایی مثل تارنکبود روشونه. بله حالا من میندازم چون سرکه خاصیت ضد عفونی کننده داره دیگه، چون که میریزن توی من اصلا نمیدونستم جدیدن. بعد از ازدواج فهمیدم که توی کتری میریزن این سفیدا رو میبره، دوش حمومو بذاری توش این چیزای آب هست، املاح آب رو به میبره و همین دیگه. پس اگر در سیرهای ما کرم بود، امید داریم که به وسیله سیر چیز شدیگه. حالا من این رو باز دوباره احتمالا از اونجا برداد بزنم دور تون، چون که خیلی سیر دارم. سیتو ببین این این کلی تخم روشه. بس واقعا کم بود. ای سیرا رو به ما انداختن. بگه کم رو سیر میخوره درمش رو سیر میگیره. واقعا کار سختی باش بده، اگه حوصله ندارید اصلا انجام ندید. من تقریبا بعد گل کلم ها دیگه پشیمون شده بودم. این هم داره میره زیر ناخون هم همه سیرا این بدم میره.
اگه سیرا رو باید پوست مینداختیم چی؟ کاش می اومدی کمک میکردی، کاش که من بهت گفتم من دستم من اینجا شم زیاده هم. آره چون که نمیدونم صداش میاد یا نه، ولی خیلی کمکم کرد شست و این محلوله رو درست کرد. چون تو خونه معمولا من ایده میدم برنواز که خانم همه شور و ترشی هم خیلی بدش میاد. اینم با پوست میندازیم که خیلی وقتمو گرفت ببینم که آیا پوستم خوشمزه میشه. فکر کنم این سیر ترشی ها رو با پوست میندازن دیگه، هیچ قوزه رو میندازن و استعمال میکنن. مشکل الان میام. و سیرو میریزیم. شاید هم چیز نکنم، نزنم دورتون، چون که اگر به صورت یک فیلم آموزشی نگاه کنیم میبینیم که چقدر سختی داره. نمیدونم کیفیت صدام خوبه، چون آروم حرف میزنم. خدا کنه خوب باشه، زیر نویس شاید بذارم باشه. و مرحله سیرش بعد مرحله، یعنی از مرحله سیب زمینی ترشی هم سخته بود. اگر برگردم عقب بعضم نه، اگر بعدن ازم بپرسن سخت‌ترین مرحله شور چی بود میگم سیر. آهنگ میذاشتیم. اینم با پوست میذارم ببینم آیا پوستم پوست فکر کنم بد بشه، چون میذاره دهنت رو اینجوری چیزاش رو دهنت بد بکشی بیرون. بعد از این تخمای ایمونه که این تو بود خیلی آدم بد شد دیگه، از تو دلم به سیر نمیره. ولی اینجا خوب دارم، این هم خوب دارم، تکنیک داره، بالا فشار میدی و این باشه. بعد داره فیلم میگیره. آره و این هم خوب و این هم اینو اینم میره اینجا، اینم اینجا. بکنم اینقدر سیر نمیخواد بابا. خب اینم از اینو من برم سیب زمینی ترشی های گلیم رو بشورم. حله Many unbearable hours later. خب نکته ای که میخوام به شما دوستان تازه کار بگم اینه که حتما سیب زمینی های ترشیتون رو خوب بشورید، چون من بعد از اینکه شستم آب سیاهی اومد و خیلی بد بود، یعنی اگه میخوردیم مرده بودیم. بعد الان گذاشتم دستمون کاغذی روش که چیز چه این آب ترشی من خنک شد، چون که آب ترشی رو جوشونده بودم دستمون گذاشتم که خشک بشه. خب حالا میام یه ذره تا وقت داریم اینا رو نگاه میکنیم. یه ذره آب دارم ولی اشکال خیلی آب دارم، ولی فکر نکنم این که میگن، اعتقاد من اینه این که میگن آب داشته باشه کفک میزنه علکیه، چون که ما دوباره داریم آب میریزیم روش، برای همین حرف علکی میزنه. حالا ولی آب دارن دیگه، ما هم چون زیخ وقت داریم الان میخوایم شام درست کنیم دیگه،
اینا بند و بسات هم باید جمع کنم. یه روز اینا این وسط خیلی تو زندگی زنشویم تاثیر داشته، اینجا خیلی کثیف فکر کنم. خب در ابتدا این در برمه میگن که میگفتن که کفش اول برگاه کرفس رو بچینید، چون که فکر کنم میگفتن کپک نمیزنه. شاید میگم آره. خب بعد الان نمیدونم چه بکنم، الان قطع میکنم تا خوشه. Much later. در مدتی که نبودیم ما سعی کردیم دستمون خوازی خوش کنیم اینا رو، و همچنان فکر کنم روی سیب زمینی زری گله. ولی من یه فان فکت دیگه بهتون بگم که شنیدم که این مشروبات الکلی که درست میکنن روی انگوراش خاک داره، خاکه باعث تخمیر میشه اینا. ما هم به امید این که به امید حق علیه باطل میگیم این خاک و خاک شسته شده تنبو خاک شسته شده تمیز و به عنوان مخمر شور استفاده میکنیم. هیچی نبود و خب حالا این فوتوشاپ لایه لایه کار میکنیم. یعنی میایم اول گل کلم میچینیم کف، خیلی قشنگ میشه. بعد که پر کردیم بکنم چرت میگن که کپک میزنن. خب بعد چند حبه سیر، چند هویجای رو باید خورد کنیم، من خورد میکنم چند تا سیب زمینی. پوستش گرفتی؟ نه پوستش هم الان میگیرم. چند تا سیب زمینی ترشی و هویج. الان هویج پوست کنه اومده، ما هم داریم، من ولی حوصله ندارم به روش سنتی. گفتن که به خرگوشات هویج ندید، واسهش خوب نیست. دارید یک فان فکت غم‌انگیز دیگه که ما مگه چقدر در رابطه با خرگوش ها میدونستیم که همون همون اینو همیشه، چون من اون کثیف بود روی پارچم خورد کردم، پارچم رنگ نارنجی گرفت، فکر کنم رنگ همیش بره حتی این ورش تمیزه. این ور رو فرار میکنه و دوست داشته بذاره ظریف تر بود این بارش رو. و در لایه اول هویج، هویج و سیر و کرفس هم داشتم، کرفس و خیارهای موچولو به تعداد و چقدر چطورت فلفل و سبزی یه لایه میپوشونی، یه لایه سبزی معطر الیشی بیده کرد. من خیلی هم سبزی خریده بودم، دودن یه میز سبزی خریدم و همه رو ریختم دور. خب داره دبان پر میشه و مجدد همون کار رو تکرار میکنیم. گل کلمه رو زیاد خورد کردم، اگر زیاد موند اینا رو سوفله میکنیم. ایشالا در ویدیوهای بعدی طرز تهیه سوفله گل کلمه هم به شما آموزش میدم. بعد دیگه هرچی محتویات داری میریزی روش. احساس بکنم که
اینا رو میریزیم. سیر رو نمیدونم چرا پر شد. بعد سیب زمینی رو چون گرونه ما همش سیب زمینی میریزیم. سیرا رو هم ریختیم. بقیه کرفس ها رو میریزیم. آیا با تکون دادن جا بیشتر باز میشه؟ نه. کرفس مجدد، فلفل، خیارای غیر موچولو. کاش خیارا رو زیر میذارم. کاش خیار بذار. خیارا رو میذارم زیر. زیاد خیار نمیذارم چون خیار کپکیزش خیلی بالاست. و هویج خیلی زود پر شد. من آرش فکر کردم خیلی میشه. هویج پوسکن اومده، تخم مرغ پز اومده، دیگه چیزایی که خیلی سالاد آماده هست تو مغازه ها میشه خرید. کاهو خرد شده، حتی این شوره هم میتونید بیرون بخرید. بذارم خود آدم میتونه با چند برابر هزینه اون خونه درست کنه. چون الان من فکر کنم این واسه من حداقل صد خورده در اومده. صد تومن فکر کنم کمی کم خرج کردم، در صورتی که اگه بیرون میخریدم با 20 تومن 3-4 ماه هم جواب همون میداد دیگه. ولی خونه یه چیز دیگه هست، غذای خونه یه چیز دیگه هست. اینه بابا ها که هرچی میدید غذای خونه هست. و یکم دیگه هویجم میریزیم. سبزی های معطر هم میذاریم درش. و فشار میدید تو اینا. خیلی پر شد. جواب میدید. و گفتن که برگ های کرفس ها اگه بذارید باعث جلوگیری آب بریزم بعد برگ کرفس بزن. و این هم بکنم اینجا جاوه زده بودم همسرم هستم. و کوه دیگه اونو باید با اینو پیدا کردم. ملاقه این ملاقه ملاقه بیه برم کوه کنار. اینو میخوای اینجوری برگردیم توش؟ آقا میشه؟ میتونی اصلا فرق میشه ریختی؟ گل کردم که یه آلم دیگه جا نیست هزا دیگه. نه آقا فکر کنم چیز بذار، سیب زمینی ترشی توش بذار. این خیار کم گوشتن که فلفله. نه خیارا دیگه جا نشد. خیار زود که خواهی میزنه. آره فکر کنم بسته دیگه. اونا رو سوفله مفتم بود بچه ها که نوارن سوفله گله کردم دسته. اونا به دست داده چون نه نه فکر کنم بر میگرده. ببین بیا تو ویدیو آفرین. اگه من بودم الان تمام اینجا آب بس فرق نمی کنه. چقدر یه در بیوریز دیگه میریزه بیرون شر شر بزنه. خب باید روش کیسه بگیرش. خب خب بس بس ببینید چقدر این اشل دقیق بود. آخ 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 صندلی ها رو میکشید اون بر و گفته بودن اینا رو برگاه کرفس روش بچینید باعث جوری گیری از کپک میشه. باید روش یک کیسه بگیرش. الان کیسه رو هی سینا برام ترشور درست کن. سینا شور درست کن. خب این نه یه کیسه اینا آوردن جهید آورده بودم خیلی شکل شد. تو صحبت کن. صحبت ندارم با جوانی ها صحبت کن. بیا این را زندگی کنم چیز بده یه چاق قیچ بده. بعد
اینو باید درش رو سفت ببندی چند روز تو هوای سر و بعدش در هوای خونه دیگه، مثلا یه جایی که داشت بابا بده من. خب ببین باید سفت موچه موچه فشار بدیم و ببین فکر کنم آبش سرش خیلی زیاد کردیم ها، کامل تو آب تند آه ریخ فکر کنم کفک بزنه ولی انشالله بسم الله الرحمن الرحیم. یو هی یو 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 بسته نمیشه؟ نیز به من از رفت کنم داره آب میچه که زیاد پر زیاد رفتی، من بهت گفتم زیاد آبش. خب این هرچی که زیاد بشه میریزه بیرون دیگه، یعنی سر بست سر میشه. این فکر نکنم سفت بشه که نمیدونم حالا دیگه سفت بشه. بذار میرم میشورمش یه دقیقه وایستا من پاک کنم. اه چرا بچه خوب اه ریش چکه زمین سیادم ریخته مو نه یه دونه بود توش در بردم از خودش حل میشه تو سرکه بابا یه دونه مو بود بابا اینجا هم بوده ما بوده همونه دیگه حالا نه خودو که نمیخوری این درش. خب و با این خبر هیجان انگیز این شور آمده شد. من دستم سرکه یه رو قطعش کن خدا نگهدار درش ولی صرف نشید آخرش هم پایین وای ترشی و وای ترشی بیاین دیسنس جمع کن بابا اینا رو همزه رو به درده میخوره؟ نه عزیزم همه رو بریز بیرون تو یه کیسه دیگه هم بذار همه رو بذارم اینا رو نمیخوای؟ همین جاش حیفا باشه ولی بقیه رو همه رو بنداز بریز بعد اینو میخوای؟ یه گره کلم مونده بیا نمیخوام بریز بر سالم سالم این پارچه رو چی کنی؟ پارچه رو میشوری؟ میخوای با پارچه رو بره؟ بنداز بره یه دونه چیز مون یه چاق و تیزه کن این توه چاقوه فکر کنم بروش چرا این تو کسافت شده؟ آه چاقوه اینجاست چاقوه اینجاست چاقوه اینجاست خب میخوایی؟ اصلا اینو نمیشه شست نه نه بچ اوه ببین این اوه تو اینجا نمیشه جا میشه؟ نشون دادی همیتونیم با هم آدم بکشیم. خب اون چیزایی هی این خیسه اینجا اینو نزن بازه این ماشه های دیگه بذارم توش دیگه اینو بگیر الان اینو برای چی برداشتی؟ بابا چی کار کردی؟ اینو برای چی برداشتی تو؟ سیب زمینی شستن چی تو زمین میشوره همه اینا رو نمیشوری ها دو سال من اینجا رو هر شستم دیگه بیا بگیره بزن توی این توش بیا این برای که این نتره که تو فرش نشه که سین هم شور میکن قشنگ پاک کن، مستازه هنفیل نگی باش